رادیو صدای زندانیان سیاسی. سلام، من فرمیسک آذرامین و شما شنونده رادیو صدای زندانیان سیاسی هستید. اعلام اعتصاب غذای 61 زن زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به اجرای احکام اعدام و برای متوقف کردن اعدام ها موجی از همراهی با این حرکت و موجی از اعتراض به راه انداخت. واکنش سریع این زندانیان به اعدام محمد قباددو و فرهاد سلیمی نشان داد که جامعه ایران تسلیم این اعدام ها نخواهد شد. امروز می خواهیم راجع به این اقدام شجاعانه و سفر معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ 14 تا 16 بهمن 1402 به ایران جهت بررسی اعدام ها و حقوق زنان با پریسا پوینده، مسئول کمیته آزادی زندانیان سیاسی، گفتگو کنیم. خانم پوینده، خوش آمدید. میخوام اول از شما بپرسم این اعتصابات را چطور میبینید و نظرتون چی است در این رابطه؟ و برای پیوستن هرچه بیشتر به جنبش علیه اعدام باید چه کار کرد؟ بله، همونطور که شما اشاره کردین، این یک اقدام بسیار شجاعانه و طی تمام این سالها بسیار بی‌نظیر بود که در توسط زنان زندانی سیاسی در زندان اوین صورت گرفت. همیشه ما این رو گفتیم که زندانی سیاسی صدای اعتراض جامعه است. همیشه زندانی سیاسی دوشادوش مردم در عرصه مبارزه با جمهوری اسلامی حضور داشته، صحبت کرده، بیانیه داده، اعتصاب کرده، تحصن کرده. بارها شاهد تحصنات مختلفی باز بودیم از زندانیان سیاسی در و اعتصاب در اعتراض به شرایطشون و در اعتراض به شرایط خارج از زندان و جامعه، فقر، فساد، سرکوب، اعدام ها. و این در واقع این اقدام هم در راستای اعتراض های قبلی زندانیان سیاسی قرار داره که به در واقع به جنبش و موجی که علیه اعدام ها برخواسته شده بود این عزیزان جواب دادن و به یک معنا یک موج جدیدی رو باعث موج جدیدی و قوی تری در جامعه شدن که ما شاهد این بودیم که زندانیان سیاسی سابق، شخصیت ها، همینطور خانواده ها و خیلی از افراد دیگه به در حمایت از این اعتصاب و به این اعتصاب رو حمایت کردن، به این اعتصاب پیوستن و قطعا همونطوری که گفتین جامعه در مقابل اعدام ها کوتاه نمیاد و خود این موجی که علیه اعدام ها در داخل کشور با صدور بیانیه های از طرف دانشجویان و تشکلات مختلف، شخصیت ها، معلمان و بازنشستگان و موجی که در خارج از کشور راه افتاده، در یک جایی داره جنبش علیه اعدام رو به یک جنبشی بسیار قوی و گسترده تبدیل میکنه. نظرتون در مورد سفر معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران چی است و چه اقداماتی تا حالا کمیته آزادی زندانیان سیاسی در این مورد انجام داده و فراخوان شما به مردم چیه؟ ببینین، همونطوری که شما گفتین، الان نادا النشیف معاون کمیساری حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده که در بهمن ماه به ایران خواهد رفت. موضوع سفرش رو اعدام ها و حقوق زنان اعلام کرده. خب در شرایطی که الان بالای 100 نفر زیر حکم اعدام و یا در خطر اعدام هستند، در شرایطی که فقط در زندان اوین بالای 60 زن زندانی سیاسی وجود داره، در شرایطی که زنان به خاطر ستم مضاعف و تبعیض جنسیتی در زندان‌ها با حکم‌های بالا به سر می‌برند و زنان زیر فشار به اصطلاح حجاب اجباری سال‌هاست قرار دارن، این خانم داره با این موضوعات به ایران میره.
خب خیلی روشنه که از نظر ما سفر ایشون به ایران خاک پاشیدن به چشم مبارزات مردم هست و ما مثل کمیته آزادی زندانیان سیاسی یک بیانیه صادر کردیم و در این بیانیه اعتراض کردیم به این سفر و ازشون خواستیم که به این سفر نرن و محکم و قاطع ازشون خواستیم که حتی اگر به این سفر میرن به احترام تمام زنانی که 14 علیه حجاب اجباری و جمهوری اسلامی مبارزه میکنن نباید رو سری سرشون کنن و اگر باز به این سفر رفتن به زندانهای اوین برن، نه در هتل‌ها و دفاتر دولتی جمهوری اسلامی ملاقات هاشون رو انجام بدن و برگردن، بلکه پاسدار این بشن که به زندان اوین، به بخش زنان زندان اوین برن، زنان زندانی سیاسی رو ملاقات کنن. همین الان تعداد زیادی از فعالین سیاسی و خانواده های دادخواه در زندان اوین قرار دارن و وظیفه ایشون هست اگر برای حقوق زنان به ایران میره با زنان زندانی در زندان اوین ملاقات بکنه. و ما یک بیانیه نوشتیم، در اون ایمیل هایی رو گذاشتیم که از مردم خواستیم به این ایمیل ها نامه بدن، اعتراض بکنن. قطعا اقدامات دیگه رو در دستور کار خواهیم داشت، از جمله طوفان توییتری و نوشتن یک بیانیه به زبان انگلیسی داره بیرون میاد که اون هم در روزهای آتی حتما منتشر میشه و از تمام مردم میخواییم که به این سفر اعتراض کنن، خواهان این بشن که به هر شکل و طریق ممکن با فرستادن ایمیل، با دادن پیام، با نامه نوشتن و بخوان که ایشون سفرشون رو کنسل کنه و یا اگر تصمیم دارن که خیلی روشنه که ایشون به این سفر خواهد رفت، باید یک خواسته ها و مطالبات خودمون رو مقابل معاون کمیساریای عالی حقوق بشر بذاریم و بگیم که سفر شما باعث میشه که جمهوری اسلامی از این سوء استفاده بکنه و برای خودش اعتبار بخره و این خریدن عمر برای جمهوری اسلامی خواهد بود نتیجهش و همونطور که گفتم پاشیدن خاک به چشم مبارزات مردم هست. ممنونم از شما که با ما بودید. به پایان برنامه رادیو صدای زندانیان سیاسی رسیدیم. برای شما خانم پوینده و شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و روزی خوش را دارم. رادیو صدای زندانیان سیاسی.